سلام و درود خدمت دوستان عزیز، امیدوارم خوب و سالم و سلامت باشین. آرمان هستم، متولد شیراز، اهل شیراز و الانم از هومه دالاس و تکساس در خدمت شما هستم. هر وقت ما خواهیم ویدیو درست کنیم یا اون وقت ساختمون سازی آهنگای اسپانیایی میزنن یه جایی دارن معلوم نیست چی میکنن، یا یه دفعه ماشین آشغالی رد میشه دیگه، همینه. تو طبیعت که هست اینا اینا، فضا هم خیلی خوب بود، چند روزم بارون اومده، گفتم خوب آدم از فرصت استفاده کنه، چون معمولا یا خیلی گرمه یا خیلی باده. خلاصه دوستانی که تازه تشریف آوردین به کانالمون، ما اینجا درباره همه چیز تقریبا صحبت کنیم، فقط این نیست که واو این شهر چجوره، مهاجرت و مالیات. این صحبته که همینجور تو متن دیدین، افسردگی، خیلی باید درباره صحبت بشه، موضوع خیلی مهمیه که میدونم در روزمرگی خیلی از ماها هست، چه آقایون چه خانم ها. احساس کنم تو آقایون شاید خیلی بیشتر باشه، به خاطر حالا شاید مسئولیت های بیشتری که دارن. این نیست که خانم ها مسئولیت ندارن، اشتباه متوجه نشین، من احساسم اینه، حالا با توجه به تحقیقات و مطالعات و اینا نشون میده که آقایون بیشتر دچار این هستن. حالا ما که مخلوط داریم صحبت میکنیم، با امیدوارم صحبت های من تا حدودی بتونه کمک کنه به دوستان. دوستان افسردگی یه موضوع خیلی جدیه، خیلی باید بهش توجه کرد. سن و سال نداره، جنسیت نداره و ربطی به این نداره که شما دارین کجا زندگی میکنین. میتونین آمریکا زندگی کنین، وضعیت مالی خیلی خوبی داشته باشین، یا هر جای دنیا داشتین وضعیت مالی خیلی جالبی هم نداشته باشین. پس به وضعیت مالی ربطی نداره، به آب و هوا و اینا هم ربطی نداره. آره شاید یه جایی باشین که دائم مثلا بارون میاد، هوا مثلا ابریه، یه مقدار رو روحیتون تاثیر بذاره، ولی افراد شاد هم اونجا هستن. دوستان افسردگی، دیپرشن، یا همون به قول ما معروف دپ بودن، خیلی حالا با قرص و دوا و اینجور چیزا سعی میکنن درستش کنن. من کلا هیچ وقت به قرص و اینجور چیزا اعتقاد نداشتم، چون احساس کنم بدن آدم عادت میکنه و هر از گاهی باید هی اون چیزشو برد بالا. افراد زیادی دیدین، حتی مثلا بازیگرای معروف مثلا رابین ویلیامز، مثلا هیث لجر بازیگر جوکر، یا یه آشپز معروفی هم بود، خیلی معروف بود و جای بین المللی میرفت و اینا، خودکشی کرد. یکی از دلایلش اینه که تو فکر خیلی فرو میریم. یعنی حتی حالا از آدمای ساده شروع کنیم، یا خیلی وارد آینده میشیم، بعد یه دفعه میایم حال حاضرمون رو میبینیم، یعنی میشه، یعنی همه چیزها، و این نگرانیه هی تغذیهش میکنیم. خب اینا رو که خیلی همون میدونیم، یا خیلی برمیگردیم تو گذشته غرق میشیم. افسردگی دوستان یه چیز نیست، این افسردگیه، چیز خیلی مشخصی نیست. این تو فکر فرو رفتن برای مدت طولانی و همینجور انباشته شدن غرق میشین. مثل شما توی استخری باشین، همینجور دست و پا نزنین و هی سنگینی کنه شما برین زیر آب. و تنها، یکی از تنها ترین راه نجاتش که میتونم به شما بگم، خودتون رو باید تکون بدین. یعنی میدونم خیلی چیز عجیبی، ما نمیدونستیم، نشستن و غصه خوردن و فکر کنیم که آره یه کسی میاد نجاتمون میده. من خودم با این مشکل خیلی دست و پا زدم، شاید هر از گاهیم خیلی تو فکر فرو میرم. حالا شاید خیلی آقا ناشکر نباش، زندگی خوب، وضعیت خوب، خونه خوب، سگ داری، آمریکا هستی. نه ناشکری نیست، تو فکر فرو میری و همینجور غرق میشی. حالا این هم نیست که آقا جوانای ایرانی خیلی، نه من جوانای ایرانی هم واقعا لذت میبرن و اینا، یه موقتی، یه حالت مدت زمان کوتاهی شما وارد این وضعیت میشین، یعنی یه لحظه غرق این موضوع میشین و بعضی وقتا خودتون هم متوجه نمیشین، و بعضی ها متاسفانه از بیان این موضوع خیلی میترسن یا خجالت میکشن. اگر یک دوست صمیمی دارین، حالا شاید با پدر مادر راحت نیستین، خواهر خیلی خوب، نمیدونم برادر خیلی خوب، پسر خاله، پسرعمه، یکی از که خیلی با روش حساب میکنین، حتما هم این نیست یا آقا من دپرسم، حالم خوش نیست، حال روحیم الان خوش نیست. و دوستان این چیزی نیست که شما اگر یک کسی بهتون نزدیک شد و این حرف رو زد، طرف رو مسخره کنین، بابا بچه ننه بازیه چه، وای علنگوات نشکنه، نه،
این موضوع خیلی موضوع حساسیه، موضوع خیلی مهمیه و اگر کسی بهتون انقدر را... چون خیلی سخته، خیلی سخته کسی بیاد بهتون دلشو باز کنه، بهتون این حرفو بزنه. اگر طرف رو رد دادین، بهش دست رد زدین، این طرف دیگه میره و دیگه اصلا به هیچ کس اعتماد نمیکنه. اگر انقدر راحت بوده که به شما پناه برده و این حرفو زده، به آغوش بگیرین، باهاش صحبت کنین و نذارین خونه بمونه. وقتی متوجه هستین کسی وارد این افسردگی میشه، نذارین خونه بمونه. و من خودم دور و برای شلوغ و زیاد دوست دارم، یعنی جمعیت شاید از 3-4 نفر بیشتر که میشه اصلا یه جوری میشم، دوست ندارم جایش. یه زمانی دوست داشتم، الان چند سالی اصلا متنفرم، سعی میکنم خلوت تر باشم. پس حتما این نیستی ببرین جای شلوغ. یه راه حلی که میشه با این مسئله روبرو شد، اگر تنها هستین و کسی دور و برتون ندارین، به کسی هم اعتماد ندارین، زمانایی که حالتون خوبه بنویسین چی حالتون رو خوب میکنه. من خودم کار خیلی متنوعی انجام میدم. میتونه پازل درست کردن باشه، پازل هزینه خاصی هم نیست، پازل، لگو درست کردن، مشغول کردن خودتون، یعنی با یه چیزی در خودتون، برای خودتون یه دونه پروژه درست کنین، کار دستی درست کنین، حالا بانوان، خیاطی، مشغول بودن. هر از گاهی من شروع میکنم مثلا تمیزکاری، میتونین ماشینتون رو ترتمیز کنین، داخلش میتونین کفشاتون رو تمیز کنین، بشورین، لباسشوی ماشینات، ماشیناتون رو، لباساتون بندازین تو ماشین لباسشوی و اینا. مشغول بودن یعنی لحظه ای که شما احساس کردین که دارین وارد اون فکرها میرین، دارین غرق اون فکرها میشین، سری باید از جاتون پاشین. چون اون نشستن، افرادی که خیلی احساس تنهایی میکنن، افسردگی، یعنی به قول خودم میگیم دپین، تو حال و هوای خودشه، خیلی سعی میکنن بخوابن، خیلی سعی میکنن گوشه‌گیر باشن، چون اون تاریکی و اون قایم شدنه رو دوست دارن و دوست دارن زمان فقط بگذره. من خودم فیلم نگاه کردن رو خیلی دوست دارم، فیلم خوب، سریال خوب. زمانی که این حالت بهتون دست میده دوستان، به مشروب و آهنگای ای بابام بابام، هایده و مستی و اینا خیلی حالتون رو حتی بدتر میکنه. اینه که من میگم آهنگای سوسن کوره گوشتن، این زمانی که یه زمانی اصلا عشق میکنی تو حالی، مثلا اون آهنگم میذاری فهم، ولی زمانایی که حالتون بده، مصرف الکل و این آهنگا رو گوش دادن خیلی رویتون رو پایین میاره. سعی کنین آهنگای خیلی خوب، دوپس دوپسی خوب گوش کنین. این چیز دپرس بودن، افسردگی، این هورمونای بدنه که به هم میریزه، حالا به دلایل خاصی. این که میگم یه جا نشینین، سعی کنین ورزش کنین. ورزش نمیگه دمبل چیز، نه نه نه، حتی پیاده روی. همون لحظه که احساس میکنین داره بهتون قلعه، چون یه حسی خودتون متوجه میشی آه دارم میرم تو اون فکرهای تاریک و اینا، سریع لباس بپوشین، کفش بپوشین، بریم برای قدم زدن. اگر سگ دارین، خب حیوانات خانگی خیلی تازه با آدم کمک کنن، برین قدم بزنین، مهم هم نیست، یه جایی برین قدم بزنین، با خودتون بلند بلند آهنگ بخونین، آهنگ گوش کنین. میتونین قناری داشته باشین، میتونین فنچ داشته باشین، میتونین آکواریوم داشته باشین، هر چیزی که روحیتون خوب میکنه. میتونین اصلا یه گل و گیاهی، مثلا اگه حالا حیات و اینام نداره، نه یه گلدون کوچیک، یه چیزی مثل کاکتوس که حالا مراقبت، ولی همین که هر روز نگاه میکنین، کیف میکنین از سبز بودنش. اینا میخوام بهتون بگم، دنبال بهانه باید بگردین برای اینکه دل خودتون رو خوش کنین. سعی نکنین خودتون رو عادت بدین که آره اگر این نباشه من دپرس میشم. حالا عزیزانی هستن عزیزشون رو از دست دادن، یک کس نزدیکی از دست دادن، رفتن تو فکر، متوجه هستم. سعی کنین خوشحالیتون رو بر اساس کسی یا چیزی نذارین، خودتون باعث خوشحالی خودتون. میدونم این حرف خیلی سنگینه، اذیت میکنه، بعضی از خانواده‌شون دورن، خانواده‌شون باهاشون قطع رابطه کردم، به دلایلی باهاشون صحبت نمیکنن، میدونم تاثیرگذاره، بی تاثیر نیست، ولی میتونین تا آخر عمرتون بشین گریه زاری کنین و به حالش حسرت بخورین. میتونینم از این استفاده کنین برای موفقیتتون رو به جلو رفتن. اصلا آسون نیست، من هیچ وقت نگفتم آسونه، ولی تنها راه نجات خودتون هستن. یکی از راهایی که من خودم سعی میکنم خیلی این کار رو استفاده کنم، یکی از راه ها
صبح که بلند میشین صبحتون رو با شکرگزاری شروع کنین. یعنی صبح که بلند میشین خدا شکرت، خدا ممنون برای همه چیزایی که به من دادی، ممنون که یادت نرفت امروز صبح منو بیدار کنی. پس این شکرگزاری خیلی تاثیرگذاره. در طی روز نگاه کنین، دست دارین، دستاتون کار میکنه، چشم دارین، گوش دارین، یه لحظه یه دماغتون میگیره کل روز درگیرین، یه انگشتتون یه خاری میره درگیرین، یه چیزتون درسته کی میشه درست بشم قدرشو بدونم. پس قدردان بودن و شکرگزار بودن، یعنی حتی اگر یه جایی هستین، کشوری هستین، یه جایی هستین که اون محیط رو الان دوست دارین، قدردان باشین برای زنده بودنتون، برای نفس کشیدنتون. خیلی هستن در حسرت این لحظه هستن. حالا خیلی از حیوانات خونگی استفاده میکنن، مثلا سگ، گربه، نمیدونم حتی موش، خرگوش، نمیدونم پرندهای مختلف، حتی آکواریوم روحشون رو کمک میکنه بهشون. ببینین چی کمک میکنه. حتی میتونه یه دوش گرفتن، یه تو وان حموم بشینی اصلا حال دلتو خوب میکنه. پس خودت باید ببینی چی حال دلتو خوب میکنه. و هیچکس میگم زمانایی که میبینین حال دلتون خوشه، یه کاری دارین انجام میدین، اونو بنویسین. زمانایی که احساس پایین بودن یا به قول خودمون دپ بودن بهتون دست میده، برین سراغ اون لیست، اون این کار حال دل منو خوب میکنه. بعضیا خمیر بازی میکنن، حالا بچه بودیم خمیر بازی میکردیم، نقاشی میکنه، یه چیزیو مرتب میکنه. مرتب کردن مثلا به قول تصحیح کردن یه دونه ویدیو یا ادیت ویدیو، یا مثلا من خودم از درست کردن ویدیوهای یوتیوب واقعا لذت میبرم. یعنی واقعا کیف میکنم که با شما دوستان صحبت کنم، چون میدونم اونور تصویر کسی هست الان شاید تو تختش اینجوری توی رویاهای حالا آمریکا، زمین خوب، ماشین خوب، و این ویدیوهای من میتونه بهش کمک کنه. و سعی میکنم با تمام وجود و با تمام انرژی ویدیو رو درست کنم. و زمانی که حالم خوب نباشه وقت شما رو نمیگیرم. یکی از چیزهای دیگه که میتونه حال دل شما رو خوب کنه، دور دور بعضی دیدن همجور میچرخن حال دلتو خوب میکنه، این هورمونات رو تغییر میده. حالا یه سری چیزا از یه مقدار شاید خرج داشته باشه، ولی خب من حالا اینا رو میگم. مثل دوچرخ سواری خیلی خیلی کمک میکنه. اهل موتور باشین، حتی میگم در حد شاید یه دونه موتور وسپا، یه دونه موتور CG125، هر چیزی خیلی حال میده. همین که ذهنتون درگیر اینه که دنده عوض کنین، کلاچ بگیرین، اینجا این کار. حالا نمیگم خودتون رو زخم زیر کنین و به قول معروف عم نباشه، نه، عم بودن و به قول معروف کلاه کار اینا همش مهمه. جت اسکی، تا حالا شما آدم به قول معروف غمگین و افسرده روی جت اسکی دیدین؟ نه، کیف میکنین چون این آدرنالینتون رو میزنه بالا. ورزش کردن هم بهتون گفتم، حتی بعضیا میرن آرایشگاه حالشون خوب میشه. اینایی که بهتون میگم خانم و آقا هیچ فرق نمیکنه، خودتون باید پیدا کنین این راهش چیه. این که برین حالا بعضیا دوست دارن برن دکتر، برن پیش مثلا روانشناس صحبت کنن، و این نشون نمیده شما مثلا روانی هستین و نه، باید صحبت کنین. بعضیا اعتماد کنن میرن پیش این روانشناس، این روانشناس که منو نمیشناسه، قضاوتم نمیکنه، کارش اینه. بعضیا براشون کار میکنه. من برای من خیلی سخت بوده این چیز. حالا شاید نه آرمان بعد از این دیوار بگذره، حوصله‌شو ندارم. من خودم حالم احساس کنم بعد میشه، سعی میکنم سری خودم رو مشغول کنم. سعی نمیکنم، خودم رو دارم میگم، سعی نمیکنم حال کس دیگر رو خراب کنم، بین اونم زنگ نمیزنم. شاید کار درستی نیست، شاید کار درستی هست، شایدم اینقدر اعتماد نداشتم و راحت نبودم و شایدم نخواستم حال کسی رو خراب کنم، ولی گفتم کسی مسئول کارهای تو نیست. خودم رو دارم میگم، شاید اشتباه. آهنگ گوش میدم، یه سریال خوب نگاه میکنم، یه غذای خوب برای خودم درست میکنم، ورزش میکنم، سعی میکنم مثلا ببین الان این هوایی که الان اینجا هستم و بارون اومده این چند روز و دارم این ویدیو رو درست کنم، خیلی حال دلم خوبه. یعنی از دیشب که فکر کنم این ویدیو رو درست کنم، میگفتم یعنی میتونم این ویدیو رو درست کنم، ولی اومدم هوا هم خیلی خوبه، بی تاثیر نیست. اگر یه مکانی زندگی میکنین که به جنگل و کوه و دریا و برکه و دریاچه نزدیک، سعی کنین روزی چند بار اونجا برین. یعنی هوای آزاد مانع افسردگی، دپ بودن شما میشه. و سعی کنین، متاسفانه این موبایل کوفتی فضای مجازی کاری کرده با ما که اصلا از طبیعت استفاده نکنین. این نور آفتاب، نور خورشید مهمه. حالا مدرسه که هستیم بالاخره یه 10-15 دقیقه میایین تو حیات
مجبورین دیگه، زنگ تفریح، زنگ تفریح برای خودتون داشته باشین. صبح ساعت 8 7 هر چیزی میرین سر کار تا ساعت 4 5 عصر سعی کنین در طی روز این، حتی تو ایران که دیدم خیلی چای خوردن و این غذا خوردن همینجور فاصله است، بیاین بیرون یه مقدار آفتاب بهتون بخوره، از آفتاب یه مقدار لذت ببرین، تنفس، بیاین از هوای بیرون استفاده کنین. همش تو کامپیوتر، همش کارمند و اینجور چیزا، سعی کنین از طبیعت استفاده کنین، نور خورشید، غذای خوب بخورین. غذای خوب که بهتون میگم حتما سبزیجات، میوه‌جات رو تو برنامه غذایتون داشته باشین. آب بخور. اینا چیزای خیلی ریز 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 ریزیه که این پازل به هم میخوره و میتونه به شما کمک کنه. این آب خوردن به مقدار لازم، حالا یه 10 لیتر خوردن نه، خودتون متوجه هستین. این که میگم یه دونه مثلا لیوان آب میخوره، این اونم مثلا با غذا، اینجور چیزا نه. در طی روز سعی کنین اون شیشه آبتون کنارتون باشه، همینجور آب بخورین، مشغول باشین. و این حرفو بلند نزنین، من آدم دپرسیم، من خیلی افسردم، به این کلمه، به این بیماری قدرت ندین. یعنی صبح بلند نشین همه تنم درد میکنه، چقدر من تنهام. اگر رو این چیز تمرکز کنین، حال دلتون خوب نمیشه و دارین بهش قدرت بیش از اندازه بهش میدین. صبح که بلند میشیم با شکرگزاری، خدا رو شکر یه روز دیگه و میریم که روزمون رو ادامه بدیم. خدا کمکم کن تو این مسیر. با خدا همش صحبت، همینجور که من دارم با شما صحبت کنم شما با خدا حرف بزنید. خدایا شاکرم برای این روز، خدایا کمکم کن، خدایا منو امن نگه دار. امروز میرم امن برم و بیام بدون درد سر، با کسی درگیر نشم، با ماشین دارم میرم، با اتوبوس، تاکسی، موتور، هر چیزی امن و امان برم بدون تصادف، به راهم ادامه پیدا کنم. چیزای فکرای درست رو تو ذهن من بذار، حرفای درست رو تو دهن من بذار، به کسی آسیب نزنم، کسی به من آسیب نزنه، مستقیم برم بیام، کمکم کن، تنهام نذار، روحمو تمیز نگه دار، گناهامو ببخش. همینجور توی مسیری که داره میرین خیلی ساده، به زبان ساده، مطمئن باشین روز به روز، چیزی نیست یه روزه، میتونین به افسردگیتون، به تنهاییتون غلبه کنین. و بعضیا هستن متاسفانه زمان تنهایی شما رو تنها تر هم میکنن. اینه که من بعضی این جمعای بزرگ و دوست دارم و کسی که نمیشناسم سعی میکنم دوستان اصلا رفت آمد نکنم بدون تعارف، راحت. و هر کس هم میخواد ناراحت بشه اشکالی نداره، چون من همیشه این راحتی خودتون دوستان اولویت بدین. یعنی اگر احساس کنین یه مهمونی میرین حال دلتون خوب نمیشه نرین. مهمونای مثلا خانوادگی و فامیلی و اینا که به زوری مثلا بایدیه، از اوناست که نه نرم ناراحت میشه ولی حال دلتون بد میشه نرین. بهانه هم نیارین، خیلی راحت، دوست عزیز، خانواده محترم، حالشو ندارم، دوست ندارم بیام، ممنون، میدونم خیلی خوبه ها، من این کار اذیتم میکنه، حال دلمو بد میکنه. اونا ناراحت بشن اشکال، شما ناراحت نشین، چون بعد میرین بعد به قول معروف افتری داره، خیلی میگین چند روز بعدش باید جواب پس بدین به خودتون که رفتم و نمیدونم با فلانی صحبت کردم و فضولی کرد تو زندگیمو، حالا چند تا بچه داری، چرا بچه دار نمیشد، 100 سال طرف شما رو ندیده. این صحبت های الکی نمیدونم، آره حالا چی کار میکنی، حالا ازدواج کردی، حالا کار میکنی، نه داری درس میکنی، طرف اصلا شما خبر نداره، من تو اون موقع اومده از شما فضولی کنی، این همه سال بی خبر رو الکی میخواد یه صحبتی بکنه. دوستان دور و برتون، من همیشه گفتم این که میگن مشکان است، نه مشکان است نه، این که میگه به قول معروف از مشک پرسن چرا اینقدر بوی خوب میدی و اینا، میگه من با گل و اینا دور و برم چون گل و اینا بود تأثیر گذاشت رو من، این همینه. حواستون باشه با کیا خودتون رو دوره میکنین، کیا دور و بر شما هستن، یعنی آدمایی که حالا به قول معروف یا منفی هستن یا حرفای الکی. بارها هم گفتم اگر چیزی به دانشتون اضافه نمیشه یا به جیبتون اضافه نمیشه، با اون افراد رفت آمد هیچ فایده نداره، یعنی فقط اعصابتون خورد میشه. حرفای تو خالی، حرفای بدون به قول معروف هیچ تهی نداره، خال زنک بازی، پشت سر این اون حرف زدن، قضاوت کردن، مسخره کردن، اومدیم یه چیزی به ذهنمون اضافه بشه، به زندگیمون اضافه بشه. حواستون به انتخاب دور و برتون، میریم مشروب میخوریم حال میکنیم، شما خودتون تنها میتونید مشروب بخورید. و چون حالا طرف ماشین داره یا یه وضعیت داره، سعی نکنین اون اخلاق گندشو تحمل کنین. اینم از این، امیدوارم این ویدیو تاثیر گذاشته باشه، کمک کنه بهتون. شروع شد عرق رو روشن کرد و دیگه، امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین و استفاده کرده باشین. ممنون و متشکرم، شب و روز خوبی داشته باشین.